علی در یک کلام منتهای آزمایش های سعب فردی و جمعی و اجتماعی و سیاسی است آزمایش پیروزمند ایدولوژیکی بنی نوع انسان است حجت و پرچمدار بایستن و توانستن قدر مجسم انسان و راز گشوده انسانیت خبر شکست و خاری شیطان در ماجرای آفرینش انسان نشان و بشارت پیروزی بر سرنوشت و تقدیر کور بر نیروهای اهریمنی در هیچ کجای آن ذره شکست نیست سراپا تهاجم است صف می درد می شکند, پیش می تازد و در همه زمین ها با همه رنج ها پیروز می شود فرقش هم که شکافته می شود در همان لحظه می خروشد که به خدای کعبه پیروز و رستگار شدم فست و رب الکعبه در علی روشن می شود که موجزات فصلی در دوران سباوت نوع انسان بوده است که به خاطر سطح نازل آگاهی باید با امور خارق العاده مجاب می شود. اما با علی دیگر لباس کودکی از تن فرزند انسان بیرون می آید و بنی بشر با او به اوج آگاهی و اختیار و تکامل می رسد. از ده یازده سالگی بیش از نیم قرن در همه سختی ها و آزمایش ها پایداری پیشه کرد و پیروز شد او خود پایداری پرشکوه برای پیروزی است اشرفی ها و اشرف نشان ها از او برخواستند و بر آستان او سر می ساگند و فرود می آیند. او بود که گفت به خدا سوگند اگر دشمنان همه روی زمین را هم پر کرده باشند بیم و باکی ندارم و نمی حراسم. ما بالای تو و لست و هشتو آیا کسی هست که بیشتر از او معنا و بهای کلماتش را بداند به همین خاطر به او اسد الله القالب لقب دادند از امام صادق پرسیدند معنی و مستاق سرات مستقیم که روزانه ده بار در نماز میخوانیم و از خدا میخواهیم که ما را به آن هدایت کند چیست گفت امام مفترز و تاعه. یعنی پیشوایی که تبعیت از او ضروری است این کوتاه و برجست و روشن تفسیر سرات مستقیم است خط مستقیم و راه راست در تمیز و تقابل و در مرزبندی و تعارض با راه قذب شدگان و راه منحرفان قرار میگیرد غیر المغذوب علیهم ولا از راه دشمنان خدا و خلق و از اپورتونیسم و انحراف به جانب دشمن و امداد رساندن به دشمن به کلی جدا و متفاوت است علی دو خصوصیت برجسته دیگر هم دارد دو عنوان و لقب آموزنده دیگر که زیبنده خود اوست صدیق اکبر و فاروق اعظم السلام علیک ایوه صدیق الاکبر السلام علیک ایوه الفاروق الاعظم صدیق کبیر و مرز بندی کننده اعظم صدیق کبیر برای مجاهدین بر سر چشمه صدق معنای بسیار روشنی دارد و همه آن را آزمودند فاروق یعنی کسی که فرق میگذارد و مرزبندی می کند. یعنی آن کسی که بزرگترین مرزبندی کننده است کلمه مرزبندی را مجاهدین از خودشان در نیاوردند از سوره فرقان گرفتند یعنی فرق گذاشتن تمیز دادن و مرز بندی کردن و آب بندی کردن در برابر دنیای بهیمی در برابر ارتجاع و دیکتاتوری در برابر اپورتونیسم و فرصت طلبی در برابر استعمار و استثمار فرمانده آرمانی و تاریخی مجاهدین و اسلام انقلابی بی جهت عنوان فاروق اعظم نگرفته است این اناوین توصیفات بی محتوا نیست کهنه نمی شود هرچه زمان می گذرد درخشش بیشتر پیدا می کند مجاهدین در کوره های گدازان ابتلاعات پنجاه ساله مقداری از این مفاهیم را در پراتیک انقلابی در میابند. مقایسه کنید با فهم آخوندهای ارتجاعی خمینی گرا از قرآن و اسلام و حضرت علی و از اینجا میتوان قیاس کرد که در عصر جاهلیت و بردگی چه خبر بوده؟ و حضرت علی چه کرده است وقتی در جنگ جمل پیروز شد یکی از یارانش گفت کاش برادرم در این کارزار با تو بود و در رکاب تو می جنگید علی پرسید آیا برادرت هوادار ما بود و به ما محبت و تمایل داشت وقتی جواب مثبت شنید گفت پس او هم در این جنگ با ما بوده است سپس نقش مسیر همه یاران و مجاهدان نسل های آینده را خلاصه و ترسیم کرد گفت امروز با ما و در کارزار ما گروه هایی حاضر بودند و حاضر گفتند که هنوز در شکم مادرانشان هستند و زمان آنها را ظاهر و بارز خواهد کرد تا ایمان با آنها قوت گیرد و دشمنان ما با ایشان مغلوب شوند می بینید که علی نسل‌های بعدی و همین مجاهدین امروز را با خودش و در خودش می‌دید و خودش را هم در شما و هوادارانتان امتداد داد این نقش مسیر آن دیده تیز بین خدایی است السلام علیک یا عین الله صحبت که به اینجا رسید دوباره میخواهم آنچه را در سال 88 در بحث های خاوران و آموزش ها برای نسل جوان گفتیم یادآوری کنم. منظورم آخرین ملاقات مجاهدین با خمینی در اردیبهشت 1358 است. مذاکرات امام با رهبران سازمان مجاهدین خلق امام در ملاقات یک ساعته با مجاهدین گفت اسلام بیشتر از هر چیز به آزادی عنایت دارد مسعود رجوی ما مکتب اسلام را از لابلای جوخه های اعدام و شکنجه ها کسب کرده ایم کلیه ملاقات های امام شش روز متوقف شد کیهان شنبه هشتم 1358 هشت. از اعضا و مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت یک ساعت با امام خمینی ملاقات و گفتگو کردند مسعود رجوی، موسا خیابانی و تنی چند از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران صبح روز پنجشنبه با امام خمینی ملاقات کردند در این دیدار که یک ساعت به طول انجامید امام خمینی رهنمودهایی خطاب به اعضای مجاهدین خلق ایراد فرمودند مسعود رجوی در این دیدار گفت اکنون که ما خدمت شما رسیده ایم خواست و تمنای مادی و دنیوی نداریم وی افزود ما مکتبمان اسلام را ساده پیدا نکردیم اعتقاد به آن را از لابلای رنج و خون این مردم از لابلای جوخه های اعدام و شکنجه ها کسب کردیم. مسئله ای که ما واقعا نگرانش هستیم در درجه اول حیثیت بین المللی و تاریخی مکتب ماست. یعنی ما نمی خواهیم هیچ خدشه ای به مکتب ما وارد شود و عیوب ما به حساب مکتب ما گذاشته شود. در این ملاقات اعضای سازمان مجاهدین خلق در مورد مسئله وحدت و وحدت کلمه به عرض امام رساندند از آنجا که وحدت کلمه امری اعتباری نیست در عالم واقع و در عالم عینی ما به ازا دارد امام ضمن فرمایشاتی خطاب به مجاهدین خلق بر اهمیت تلاش های سازنده به خاطر نجات کشور از بازگشت به اوضاع سابق تأکید کردند و افسودند اسلام بیش از هر چیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست الا در چیزهایی که مخالفت با عفت عمومی است روزنامه کیهان این خبر را از دفتر خمینی گرفته بود و ما چیزی اعلام نکردیم در همین ملاقات که برخلاف خبر کیهان طولانی تر بود من از روی نهج البلاغه خطبه حضرت علی در مورد رابطه و حقوق حکومت کننده و حکومت شونده را برای خمینی خواندم و بر روی موضوع مرکزی یعنی مسئله آزادی های دموکراتیک تأکید کردم در جواب گفت بله اسلام بیشتر از هر چیز به آزادی عنایت دارد وقتی خطبه را میخواندم به خصوص آنجا که حضرت علی گفته است مبادا با من با زبان تملق و چاپلوسی تنظیم رابطه کنید و آنجا که سخن از حقوق مردم بر حاکمیت بود دیگر احساس کردم حوصله خمینی دارد سر می رود. و دوباره ممکن است مانند شروع ملاقات نرش در بیاید. آخر دست نبوسیدیم و تکبیر هم نگفتیم. همان شب که از قوم به تهران برگشتیم، خبردار شدیم که اطلاعات سپاه جدید و تأسیس پاسداران، قرزی و آلات پوش از برید مزدوران پیشین، همراه با اداره هشتم ساواک که اکنون اسم جدیدی پیدا کرده بود به اتفاق ماشالا قصاب کمیته چی مستقر در جنب سفارت آمریکا مجاهد خلق محمد رضا سعادتی را دستگیر کرده و به جای نامعلومی بردند در پاییز 59 در بهبوهه جنگ با عراق خمینی فرصت را مقتنم شمرد تا سعادتی را به جرم جاسوسی برای شوروی محاکمه و به ده سال حبس محکوم کند. بعد از سی خرداد هم او را در اوایل مرداد سال شست در اوین به شهادت رساندند. لاجوردی یک وسیعتنامه جعلی هم به نام او منتشر کرد که مثلا به مجاهدین وسیعت کرده است خط ضد امپریالیستی خمینی را بروند و از پافشاری بر آزادی های لیبرالی دست بردارند اما حرف های ما همان حرف هاست که من از قول مجاهدین سی و سال پیش به خمینی گفتم و سر سوزنی هم تغییر نکرده است از شعن و حیثیت تاریخی مکتب من گرفته تا اینکه وحدت و اتحاد باید حول مش و استراتژی ما به ازاء عینی داشته باشد امروز مسئله اصلی در برابر دیکتاتوری که همانا آزادی است به فریاد هر ایرانی تبدیل شده است جماعت خمینی البته مانند ابن ملجم از هیچ جنایتی در حق مجاهدین کوتاهی نکردند اینجاست که معنی سعادت و شقاوت مثل روز برای ما روشن می شود در تاریخ ایران و در تاریخ ایدئولوژی و مکتبمان ثبت شد که وقتی حیولای ارتجا تنور کشید زن و مرد میدان به قول مریم همان سرخ ترین نام یعنی مجاهد خلق بود به گفته قرآن فصل مو علا انفسکم برخیشتن مجاهدی خود سلام کنید و درود بفرستید تحییتن من اند الله تهیتی از جانب خدا مبارکتن طیبه مبارک و پاکیزه